محمد، خب شعارها تندتر شده و اعتراض ها هم که میبینیم به تهران و کرج رسیده، این چه معنایی میتونه داشته باشه؟ خب امروز تهران به خوزستان پیوست. وقتی یک دردی مشترک باشه، از جنوب به شمال، از شمال به شرق و غرب خواهد رسید. اون درد هم درد بی‌آبی، درد بینانی، البته مستاقاش اینا هست، اما اون نیست، عمق بیشتری داره. عمق اصلیش این هستش که مردم ما ناکارآمدی این حکومت رو بارها و بارها در هر عرصه‌ای تجربه کردن و از طرفی راه‌های بسیاری رو هم آزمودن که بلکه این حکومت به سر راه بیاد. حداقل 20 سال راه اصلاحات رو رفتند، رأی دادند به بد و بدتر و اون رو هم کنار گذاشتن و حکومت هم نشان داده است که اتفاقا نمیپذیره راه‌های اصلاحی رو و آمد و کلا صندوق جمع، صندوق رأی رو هم جمع کرد. خب با این وصف چه راهی بیشتر باقی میمونه جز اینکه به خیابان بیان، جز بیان فریاد بزنند و حق طلبی کنند. و خیلی جالبه ها، ببینید اعتراضی که امروز در تهران شکل گرفت از خیابان جمهوری، ولو اینکه بگیم که از همون پاساژ های دور و بر بودند، باید در نظر گرفت که خیلی از اینها کاسبند و این کسبه معمولا آدمای محافظه کاری هستند، این گونه به خیابان نمیان. ببینید چه اتفاقی افتاده، به چه وضعیتی رسیدند که آمدند بدون روپوش، بدون اینکه خودشون رو پشت جایی استتار بکنن، تندترین و مهلکترین شعارها رو دادن در بیخ کوش رهبری. یعنی از خیابان جمهوری تا بیت رهبری فاصله چندانی نیست. ببینید یه وضعیتی پیش آمده، نسل به نسل در این جمهوری اسلامی آمدند و رفتند، پیر شدند، مهاجرت کردند، کشته شدند، جوانیشون تباه شده و نگاه میکنن میبینن آقای خامنه اون بالا نشسته، جنتی هست، اونها هیچ تغییری نمیکنن، فقط پیر و فرتوت شدن و بدتر و بدتر، خونریزتر و بلاهتشون هم بالاتر رفته. راهی برای مردم نمانده است جز این که بیان و اعتراضشون رو بروز بدن. در نظر بگیریم که ما چه بخواهیم چه نخواهیم در شرایط انقلابی قرار گرفتیم. انقلاب یک امر محتومی است وقتی که تمام راه‌ها به بنبست. نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در شرایط فعلی آیا توانایی برخورد و ایجاد تناسب و وحشت در میان مردم رو داره؟ ببینید نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم اتفاقا بسیار دچار ریزش شدند از سال 88 به بعد. خیلی از اونها در واقع اعتقادی ندارن، مگسان دور شیرینی هستن، اگر پولی بهشون نرسه، حمایتی نشن، میگذارن میرن، نمیتوانن اون مقاومت رو در مقابل مردمی که کارشون کار به استخوانشون رسیده نشان بدن. بعد هم در نظر بگیرید که نیروی سرکوب جمهوری اسلامی که اعتقاداتش فرو ریخته، برای کنترل شهرهای بزرگ مهیا شده بود و اون هم نه با چنین جماعت عصبانی. می توانستن دانشجوها رو سرکوب کنند، می توانستن جنبش سبز رو به هر حال منکوب بکنند، اما الان با کسانی طرف هستند که کم کم جنوب شهرها، کم کم آدمهایی که به هر حال چیزی برای دست دادن ندارن جلوی اونها قرار می گیرن و این خیلی فرق می کنه. نکته دیگر این هستش که اعتراضات گسترده است، در شهرها و شهرستانهای کوچک داره شکل می گیره. اونجاها دیگه نیروی بومی انتظامی نمیخواهد و نه جرأت این رو داره که به مردم شلیک مستقیم بکنه. بعد برن این نیروهای مخصوص رو از مراکز هلیبورد کنن به اونجاها. تحلیل میره قدرتشون و ترس برشون میداره. در نظر داشته باشین اولین شکستی که قدرت سرکوب جمهوری اسلامی بپذیره در واقع آخرین شکستش هست و هیمنش وقتی فرو بریزه اون موقع همه مردم به خیابان میان. در آینده نزدیک فکر می‌کنی این روز رو ما ببینیم؟ ببینید وضعیتی که پیش اومده این هستش که حکومت جمهوری اسلامی نمیتواند تقاضاهای مردم رو اجابت بکنه. اون نمیتواند یک حکومت کارآمد باشه. از طرف دیگه مردم ما هم دارن میبینن اگر بخوان اینطوری پیش برن از قافله تمدن توسعه هیچ عقب میمانند و به اون دیگه به گرد راه اون قافله که همسایگان ما رفتن و جلوتر رفتن نخواهند رسید. خب با این اوصاف من فکر میکنم این تظاهرات ها، این اعتراض ها به هم پیوسته میشه. وقتی به هم پیوسته شد و اون آمالی که در ذهن خیلی از ایرانی هاست و رفتن جمهوری اسلامی است به یک آرزوی مقدر و نزدیک تبدیل بشه، اون موقع من فکر میکنم که پایه های جمهوری اسلامی به لرزه میفته. ممنونم از تو محمد رهبر، همکارم که اینجا در استودیو همراه من بودی.